جاوید هستم و این برنامه میزیگردی که با هم مشاهده میکنیم در ایران چی میگذرد؟ همه ما که در ایران زندگی میکردیم یا شما که در ایران دارین زندگی میکنید تحولات سیاسی همین دو سه ماه گذشته رو میبینید میدونید چه تغییراتی در ایران به وجود اومده مشاهده کردید مردم چه میخوان میبینید صف حکومت در چه شرایطی قرار گرفته از اصولگرا یا به اصطلاح اصلاح, اصلاح طلب. موقعیت اینا رو میبینید چرا اینجوری شده و آینده ای ایران به کجا به کدوم سمت میره اپوزیسیون به صلاح جمهوری اسلامی در چه موقعیتی قرار گرفتن زیر سایه این تحولات مینا اهدی و محمد آسنگران مهمانان برنامه ما هستند خوش اومدید حلوطاتون برنامه ما از شما مینا اهدی شروع میکنم ببینید هر کس این یک ماه گذشته رو یکی دو ماه گذشته رو نگاه میکنه با دو سه ماه گذشته رو اگه بخواد بررسی کنه چه فرقی کرده ایران؟ خب یه فرق این بود که هزاران نفر آمدن تو خیابون در 90 شهر یا 100 شهر ایران مردم آمدن و شعار و فریادی که داشتن اینه که حکومت باید بره مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه ای کشیدن عکسای خامنه ای به روی زمین و به نظر من در این حال یکی از شاخص های اتفاقاتی که در طول این مدت افتاد این بود که این شعار رو مردم دادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا یعنی اینکه ما هم همیشه از قدیم و ندیم گفتیم که شرایط انقلابی این هست که حکومت دیگه نتونه ادامه بده و مردم دیگه نخوان به هیچ قیمتی و به نظر من این این شرایط الان تو ایران هست مردم ایران جمهوری اسلامی میره بالا میره پایین هر چی میگه هر توضیحی راجب هر اتفاقی داره مثلا پیش میاد مطرح میکنه میگن نه قبول نیست دروغ میگن نمیدونم دزدن قبولشون نداریم باید برید به نظرم شاخص اصلی سیاست سیمای سیاست در ایران این هست که مردم ایران تصمیم گرفتن جمهوری اسلامی رو زیر بکشن و دیگه قبولش ندارن من اینو... محمد حسن ما برمیگردیم به خود موقعیت جمهوری اسلامی جناهای حاکم چقدر به هم دور شدن چقدر به هم نزدیکن آیا میتونن با هم دیگه یک کاسه بشن مردم رو کنترل کنن یا هرچی ولی من میخوام تاثیر این وضعیت یک ماه و نیم گذشته رو از دیماه که اومدیم تا امروز رو روی اپوزیسیون احزاب مختلف چپ راست تو اون جامعه ببینیم چی شده به هر حال کلا وقتی نگاهی کنیم به تمام اپوزیسیون یه بخش پرو اصلاح طلب یا پرو رژیم داشتیم تو اپوزیسیون اون بخش به نظرم الان دیگه دوچار دپرس شدن نمیدونن چکار کنن نمیتونن در مقابل مردم حرفی بزنن نه میتونن مردم رو یه جورایی تشویق کنن از یک جناح از رژیم دفاع کنن اینا الان تو حالت آچمزن بخش راست و بخش چپ هر دوتاشون اومدن تلاش میکنن این اوضاع رو که میبینن تأثیر بذارن روش و هجمونی جنبش خودشون رو تقویت کنن یا اعمال کنن الان به طور واضحی ما یک جامعه میبینیم در حال قلیان در حال جوشش برای بزیر کشتن جمهوری اسلامی و راست جامعه و چپ جامعه را میبینیم چه در اپوزیسیون چه در داخل در و در داخل مردم که با هم برای آینده متفاوت از هم هر دوتاشون میخوان جمهوری اسلامی نباشه ولی کدوم راهو برن هر کدوم راه خودشون در پیش روی جامعه قرار خب, خب. موقعیت چپ و شما چطور ارزیاب میکنین انقلاب میگن جشن توده ها و جشن از کمونیست کارگری باید باشه و چپ جامعه باشه موقعیت چپ چجوری ارزیابی میکنین به نظر من خود پدیده چپه تو ایران قبل از اینکه در مورد احزاب حرف بزنیم طبعا احزاب سازمان های مختلف چپ دارن فعالیت میکنن که اتفاقا بعضی هاشون وقتی این اتفاقات رو میبینن اونایی که به نظر من چپ هاشیه ای چپی که غیر اجتماعی چپ غیر سیاسی همش داره بررسی میکنه ببینه اسم این چیه انقلاب نیست کجاست یه جورای اینطوری داره به اصطلاح زیر زربین زر گذاشته بعضی چیزا که من به اونا کاری ندارم اتفاقی که داره در ایران میفته در اصل و اساس یه اتفاق چپه یعنی اینکه کل جامعه اومده تو خیابون شعارها را نگاه کنید به نظر من بسیار جالبه اگه ترجمه بشن تمام این اتفاقات به زبانهای بین المللی شور و شوق عظیمی را تو دنیا ایجاد میکنه تصور کنید توی جامعه همین امروز جلوی مجلس میرن میگن که معیشت منزلت حق مسلم ماست پلاکارد بزرگ نوشتن نیومدیم تو این دنیا که فقط کار کنیم اومدیم زندگی کنیم و لذت ببریم آیا این مانیفست مارکس نیست که تو های تهران داره فریاد زده میشه نه فقط این به نظر من مثلا زنا را نگاه کنید من شخصا خیلی به هیجان اومدم از اتفاقاتی که داره در ایران پیش میاد چون فکر میکنم روی این انقلاب کار شده مومنت های مختلفی رو ما پشت سر گذاشتیم نسل من سن من این رو نشون میده که چهل سال ما داریم مبارزه میکنیم یه روز گفتیم هجاب مهمه جواب تئوریک دادیم یه روز گفتیم فقر توی اون جامعه چجوری پاسخ میگیره جوابش رو دادیم انواع اقسام مسائل یه روز برلین رو رو سرمون گذاشتیم کنفرانس برلین نمیدم همونجا هم المنت زنان بود که یه خانمی برهنه اومد و یه ده مرد سالارا اومدن به ریخت و قیافش مثلا بند کرده بودن تا اینکه بحث اصلاح طلبا تو همون کنفرانس برلین ما گفتیم جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست یعنی میخوام بگم ما براش کار کردیم مثل بچه منه مثل بچه اتفاقی که داره تو ایران میفته برای ما حیثیتیه برای اینکه روش کار کردیم و به نظر من در خود چپه حالا اینکه یکی بیاد از اونور به قول محمد واسنگران راستا هم دارن برنامه ریزی میکنن طبعا اینو باید بررسی کرد چون دنیا دولت ها نمیدونم حکومت ها حتما از راست دفاع خواهند کرد همواره روی این داستان چرخیدن ولی به نظر من ایران کاپاسیته تو ظرفیت خیلی بالایی داره حکومت رو بندازه و یه حکومت انسانی یه حکومت چپ روی بسلا به قدرت برسه که واقعا مشکلات رو پاسخ بده ببینید بی بی سی یادمه توی مصاحبه ای وقتی روحانی رو کار اومد گفت پایان ماجرای براندازی و اینا و دوره انتخابات و اینا وضعیت اینا رو شما چجوری بررسی میکنین امروز امروز میتونه همین حرف رو بزنه همون بی بی سی وقتی خاتمی اومد رفسنجانی حتی وقتی رفسنجانی اومد گفتن دوره شکوفایی اقتصادی در ایران شروع شد دوره بازسازی شروع شد و از این بعد جامعه ایران این میشود و آن می شود دیدیم نشد خاتمی اومد گفتن اصلاحات سیاسی میشه دموکراسی میا اینا رفرمیستن جمهوری اسلامی میشه اصلاح کرد میشه جمهوری اسلامی بهتر داشت دیدیم نشد در مورد روحانی هم اینو گفتن دیدیم نشد بنابراین اینا تاریخا تلاش میکنن در مقابل خواسته ها و امیال مردم تا اونجایی که میتونن دو... می سنگر بندی کنن خاک رو بریزن که مردم از اون بیشتر نرنجه یعنی بذارید ببخشید وسط حرف شما یعنی اینا نمیدونن یکی باید بره آموزششون بده که واقعیت یاد بگیرن یا چطوریه تمام اتفاقا تمامی حرکات آگاهانه است برجوازی قرب یا حکومت های وقتی ب... میبینن که جمهوری اسلامی برای اونا منفعت داره سعی میکنن زیر بغلش رو بگیرن در این حال همیشه هم یه نوکی بزنن بهش و بالاخره تحقیرش هم بکنن و اینجا و اونجا مانعش هم بشن ولی آلترناتیو دیگه ندارن امروز که این حرکت عظیم مردم شروع شده و دیگه نه بی بی سی نه حتی خود جمهوری اسلامی نمیتونن انکارش کنن الان میگن که چطوری میشه در خاکریز بعدی در سنگر بعدی بشه جلوش صد کرد من یه سنگری از اینا رو باید تو اینجا تو این برنامه بگم اما بذارید ما برگردیم به موقعیت جمهوری اسلامی و یادمون باشه که ما باید در رابطه با خاکریز که در مقابل انقلاب هست یعنی رفراندوم هم یه بحثی بکنیم ببینید پیش از این رویدادها هر روز شاهد بودیم که خامنه خط خامنه ای و خط روحانی به شدت از هم انتقاد میکردن دوزی هاشون رو میکردن معلوم بود که در این دن... در ایران چه خبره و اینا به شدت در مقابل هم هستن ولی من این دعوا رو تو این دوره به صلاح ماه خورده بعد از دیما به این شدت نمی بینم آیا این ظرفیت این خطر هست که اینا وحدت کنن یکی بشن بزنن مردم رو به صلاح تارمار کنن قطعا نه چون هر چقدر فشار از پایین بیشتر باشه اونا بیشتر به جون هم میفتن و بیشتر اتفاقا رو به متلاشی شدن میرن منتها یک سری از تبلیغات منفعت جناهی رو کم کردن به نفع اتفاقا اختلافات عمدهتر و پایهی تر رو آوردن وسط تو سخنرانی 22 بهمن روحانی اومد گفت که رفراندوم کنیم ببینیم بالاخره مردم به کدوم سیاست رای میدن رفراندوم دیگه... در میون جناح های حکومتی به کدوم م... سیاست منظورش این بود سیاست جناه خامنه ای یا سیاست جناه روحانی این دیگه نهایت چیزیه که یک حکومت میتونه به خودش بگه یعنی من تو رو قبول ندارم تو هم منو قبول نداری پس بیایم مراجعه کنیم به مردم این مراجعه کردن مردم یک ریاکاری توشه اولا میخواد مردم رو آرام کنه دوما میخواد مردم رو دنبال نخودسیا بفرسته و سوم اینکه میخواد جناح مقابلش رو به ترس نگاه کن اگر به حرفم گوش نکنی میرم به این سمتا مونتا در همان مقطع میبینی که صدای رفراندوم خارج از حکومت هم بلند شده میرسیم به خارج از شما این مشاهده را آیا باش در این شریک هستید که امروز اینا مثل سه ماه پیش به جون هم نمیفتند و دلیلش اگه مشاهده رو قبول دارید دلیلش چیه؟ به نظر من از مردم ترسیدن من فکر میکنم که وقتی که ببینید جمهوری اسلامی همیشه اینجوری بوده سود زده یه جناهش مردم بیان که مثلا رای بدن تو دوره خاتمی تو دوره روحانی ما اینا رو شاهد بودیم و بعد استفاده کرد گفته برید کنار من توی بازی یا به تناسب قوای درون خودشون سعی کردن از این موضوع استفاده کنن ولی همیشه حتی تو دوره های قبلی هم این خطر وجود داشت و به نظر من مردم هم از اون ور استفاده خودشونو رو میکردن مثلا تو دوره خاتمی سعی کردن یه چیزایی رو تحمیل کنن یه اتفاقاتی واقعا تو ایران افتاد که ما همیشه در مورد این بحثامونو کردیم بله. خیلی هم روشن نکته که الان وجود داره به نظر من اینه که هر دو جناح دیدن که این مردم واقعا دیگه تمام ماجرا و این به نظر من اتفاقا از یه نظر به هم نزدیکتر شدن از زاویه اینکه نظام الان در خطره و باید سعی بکنیم که از نظام دفاع اتفاقا توی اصلاح طلب ما کسانی رو الان داریم میبینیم که کامل و واضح یا تا در هاشیه حکومت در مقابل مردم میسته توهین میکنه نمیدونم همین دیروز اتفاقی که افتاده بود به دراویش خودشون حمله کردن خودشون آدم کشتن یه اتفاقی افتاده که دیروزم صحبت کردم با دوستان گفتم که باید معلوم بشه این اتوبوسی که رفته روی نیروی انتظامی چی هست ولی همین امروز دارن میگن که یه عده دوست بودن اینا خودشون نمیدونم آشوب بپا کردن و طرف از اونور ور که به اصطلاح اصلاح طلب هست میگه این رفتار داعشیه و امروز هم خود حکومت اینو گفت یعنی میخوام بگم که زلزله افتاده توی حکومت تو به خاطر این اتفاقات یعنی یعنی هیچ درجه امکانی که... نمیبینید شما اینا سر حفظ نظام وعدت کنن و بتونن مردم رو به عقب برونن به نظر من وضعیت جمهوری اسلامی خرابتر از این یعنی من کاملا با حرفهای محمد و موافقم که این اتفاقات باعث شد تو خودشون هم باعث خواهد شد که شکاف ها بیشتر بشه یعنی جمهوری اسلامی تو موضع ضعف و همه چیز داره به ضررش به اصطلاح حرکت میکنه ولی طبعا توی سر بزن... سر بزنگاه ها اینا با هم متحد خواهند شد همین الان میگم الیمنت های از این رو میبینیم سرکوب بیشتر توهین بیشتر به مردم چیزی که قبلا شاید یه ذره جناح اصلاح طلب خودشو برحضر میداشت از این نو صحبت ها خب محمد آسنگان بحثی که الان اینجا مطرح میشه میتونه این باشه که مردم اگه الان یه ذره اینا سر کیسر شل کنن یه مقدار بگن که الان خامنه ای شروع کرد و اینا اونا ما عدالت رو اینجا برقرار نکردیم و یه مقدار از این زاویه آیا میتونن یه خورده همیشه د... اگه یادتون باشه یا شنیده باشید زمان شاه میگفت که حقوق معلم ها رو وقتی صدای انقلاب شنیده بود گفته بود حقوق معلمان ها میخوام زیاد کنیم از اینجور چیزا ممکنه با یک مقدار رفرم اقتصادی کم کردن از اخ... به دادن دادن به حزب الله لبنان یا وقیه به مردم می مدار برسن و ماجرا رو کنترل کنن یه ذره مسئله هست میگن باد کنه که نمیشه یک ذره سوراخ کرد هر ذره سوراخ کنی تمام باد میره بیرون م... دست اون بموجر ای... میشه به <applause> بالاخره وقتی که جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیکتاتور دیگه اصلا تو تاریخ این بارها تجربه شده هر قدمی هر کوچکترین قدمی حتی عقب بنشینه مردم تعرضشون رو بیشتر خواهند کرد و اتفاقا جمهوری می نمیدونه میدونه و به خاطر همین این کارو نمیکنن و اگر حتی بخوان تصمیم داشته باشن به اینجا برسن یه جوری این رو انجام میدن که بتونن مهندسی افکار کنن به خاطر فشار نبوده بنابراین حکومت های دیکتاتوری راهی ندارن یا باید بزنن مردم رو شکست بدن یا مردم شکستشون میدن و به نظر من جمهوری اسلامی شکست خورده هست هم در ابعاد جهانی هم در ابعاد منطقی و هم در داخل ایران الان با دشمنان و رقبای خیلی کلگوندهی مواجهه و به این معنا به نظر من نه امکان چنین چیزی نیست حتی در مورد اینکه که کنار هم الان مثلا اصلاح طلب ها خیلی واضح علیه مردم حرف زدن مینا درست میگه اینطوری بود ولی همون اصلاح طلبان زبانشون دراستر شده در مقابل جناح رقیبشون و اتفاقا این تفرقه تشتت از هم پاشی از هم فاصله گرفتن بیشتر میشه میدونی مثل چیه مثل کره که بذاری روی چیز گرما. روی گرما از هم وا میشه این مولکول ها از هم باز میشن چون گرما اون زیر زیر پاشون رو داغ کرده نمیتونن به هم بچسبن حتی اگر موقتا تلاش شما بیاد بعد دوباره برمیگردم به شما موانع فقط حکومت نیست صد راه انقلاب مردم صد راه سعادت اتفاقاتی در اپوزیسیون دارن میفتن آخرین شاهکار اینا رفراندوم بود گفتن بیان رفراندوم بکنیم به مردم گفتن خشونت نکنید خیلی خنده داره مردم دارن علیه حکومت خشونت میکنن طبق فرمول اونا خب این صد چقدر میتونه مانع باشه جلوی مردم مردم بگم بله یه راه دیگه مونده بیا رفراندوم بکنیم چطور این چطور بزنم اولی مسئله اینه که مردم این صدا رو را راحت رد میکنن چون مردم تجربه شو دارن میدونی بحث رفراندوم تازه نیست مون تا دوره های دیگه به دلایل دیگه ای مطرح شد یه دوره حتی دوران خاتمی مطرح شد همون چیزی که الان روحانی دوباره تکرار میکنه یه دوره سلطنت طلبه اینو مطرح میکردن و برجوازی راست و که تلاش میکرد این کار رو بکنه کسی جواب نداد کسی هم جدیش نگرفت الان ولی هم رفراندومشون و هم ترهای دیگه شون که رو میاد بعدا این ترهای دیگه خواهند آورد اینو مردم باید بدونن این رفراندوم به نظر من اینطوری نیست که بخوان جمهوری سمیان نگه دارن میخوان سیستم موجود رو نگه دارن نه خود جمهوری اسلامی رو این اتفاقا میخوان جمهوری سامی بره و دارن مشغول آلترناتیو سازی هن مون تا که مردم کاری نباشن مردم بیان شرایط رو فراهم کنن اونا بیان قدرت رو داشته باشن یعنی جمهوری اسلامی باشه رفراندوم بشه اینو اینو به نظر یعنی... من نه خودشون نه مردم نه اونایی که امضا کردن این رو دارن میدونن جمهور سمی چهین کاری نمیکنن و حتی اگر کسی دوچار این توهم باشه باید به عقلش حتی شک کرد اینا اینقدر کار کشته هستن و افعی مار مارخورده هستن که اینجوری فکر نکنن میدونن داستان چیه میدونن این مسئله چیه اون جنبشی که در داخلی را می میبینن و این اعتراضات عمیقی که الان در جریان هست همه اینا رو به تکاپو انداخته مونتا جمهوری اسلامی به تکاپو انداخته طوری آرام کنه بتونه مدیریت کنه با کشتن با ترسوندن با امتیاز دادن شل کردن و و و از اونور ور اپوزیسیون راست برجوازی ایران تلاش میکنه سیستم به هم نخوره اون اتفاقی بیفته که دوران شاه افتاد شاه را بردن خمینی رو آوردن همشون هم جناح سلطنت طلب و برجوازی راست نه. پرو غربش هم ملی اسلامی تا دیروز دو خردادیش همشون میخوان این اتفاق دوباره تکرار بشه و این به نظر من مردم هم تجربه شد. دارن تکرار نخواهد واقعیت تو این نیست مینا عدی ببینید مردم سوریه رو میبینن مردم تمام این کشورهای عربی رو میبینن به نام انقلاب بهار عربی شد و یه کسایی هم میگن مراقب باشید ایران سوریه نشه و شما یا حزب کمونیست کارگری مدام میگه انقلاب مردم در صحنه قدرت مردم قدرت شورایا قدرت حضور مردم هر چی این یعنی جنگ رو در روی بین مردم و حکومت اسلامی این خطر وجود نداره ایران با این وضعیت سوریه بشه به نظر من خطر وجود نداره در عین حال این خودش یکی از تاکتیک های یکی از به اصطلاح مسائلی هست که دو جامعه ایران تا حالا تاثیر منفی خودش رو گذاشته ترسوندن از سوریه ولی همون مردم که گفتم شرایط انقلابی و اوضاع عوض شده حتی جواب اینو دادن جواب توی سوسیال مدیا برین نگاه کنید طرف میگه نگاه کنید هر روز همین دیروز هواپیما سقوط کرده مملکتی یا حکومتی که ادعا میکنه میخواد برای اسرائیل رو بگیره نمیتونه تو کوههای همون یاسوج رو نمیدم اطرافش بره پیدا کنه این هواپیما رو همین امروز خبرها رو میخوندم تصور کنید که میگه امکان این که پیکرهای کشته شده ها را با هلیکوپتر بیاریم نیست رو دوش آدم ها میذارن از کوه دارن میارن پایین واقعا توف باید کرد رو صورت حکومتی که اینطوری داره روزانه مردم رو میکشه آمار کشته شده های فقط جاده ها رو نگاه کنید مگه تو مقایسه کنیم دیگه اعدام ها رو نگاه کنید نمیدونم در این حال جامعه ای که دیگه نمیکشه فقر کسی اومده م... معلوله میگه من مادرم و خرجش رو در میارم میخوام دستفروشی کنم و اصلا صحبتش رو گوش میکنید آدم گریهش میگیره جمهوری اسلامی مردم رو به اینجا رسونده نگاه کنید تو همین حرکت های اخیر به نظر من یکی از شاخصترین ویدیو کلیپ هایی که پخش شد زن تنفروشی بود که اومد جلوی همه گفت تنمو میفروشم گفت ببینید مردم اگه دست یه مرد دیگه به تنم میخورد تنم میلرزید ولی چون بچه دارم مجبورم تنم رو بفروشم و آقای خامنه ای اگه نمیتونید تکلیف من رو روشن کنی برو کنار به نظر من مردم جواب اینا رو دادن یعنی بحث سوریه شدن و گذاشتن کنار نکته ای که هست الان در مورد همین رفراندوم چیا اینه که به نظر من بی احترامی میکنن به مردم میترسن از مردم که تو خیابون اومدن از رهبرای کارگری میترسن من یکی ادعا میکنم تو جامعه ایران مردم مبارزه کردن سازمان دارن شخصیت دارن شخصیت هایی که رضا پهلوی رو رو دستش میچرخونه برای اینکه سالها داره مبارزه میکنه زیر و بم این حکومت رو میشناسه و جواب رضا پهلوی ها رو میده اگه میگه که ببی ببینید من اگه برسم به قدرت پنج سال آخر طلایی پدرم رو نمیتونم بکنم کمربندها را سفت کنید شیشکی میبندن به این حرف تو ایران برای اینکه میگه که ما اتفاقا با, با الیت با شماها مبارزه کردیم و همینطور که محمد آسنگرانم گفت اینا میخوان سیستم رو حفظ کنن اینا میخوان خودشون به عنوان رهبر اون جامعه دوباره تحمیل کنن تو چطوری رهبر جامعه ایران هستی خانم و عبادی یا آقای شریعت مداری که اینو امضا کردی رهبر جعفر عظیم زاده است رهبر زنایی هستن که چادر رو کردن توی به روی یه دونه چوب گرفتن دستشون اون ببینید مصاحبه هاشون رو واقعا برید نگاه کنید من شخصا به احترام دختری که توی خیابون رفت و سوت پایان جمهوری اسلامی رو به صدا داره و الان هم میگه مسئله من فقط حجاب نیست اینا باید برن چرا اون نمیتونه جامعه رو اداره کنه چرا شیرین عبادی باید بره به عنوان رهبر اون جامعه خودش رو مطرح کنه بنابراین زیاد طولانی صحبت کردم ولی الیمنت های مختلفی تو این بحث هست یکیش این که ما الیت اون جامعه هستیم ما رهبره آینده ایران هستیم و دوم همینطور که گفتن الان اینجا گفتیم سیستم رو حفظ میکنیم بعد میرسیم به قدرت بعد میگیم کمر بندها را سفت کنید انشالله یواش یواش اوضاع بهتر میشه خب محمد آسنگران در مقابل بقول این شما که صحبت میکردید با این شور و حرارت من یاد حرف همین تقوایی افتادم گفت که ایران سوریه نمیشه ولی سوریه ایران میشه و این یه شاخصه که ایران منطقه رو میتونه از این وضعیت عوض بکنه ولی محمد آسانگران هنوز یه جنبش هایی رو باید دید تو جامعه و میخوام بگم مطمئن هستیم که این جنبش ها اینقدر قوی هستن طوری که مینا گفت که بیان و بگن که ما هستیم و جامعه رو نگاه به طور مثال جنبش کارگری رو ما خیلی روش حرف می‌زنیم. میگیم جنبش کارگری این کار میکنه اون کار میکنه اینا واقعا جنبش کارگری میتونه توی این قد قواره هست که بیاد پرچم جامعه رو به حال به دست بگیره الان که همه اتصابات سر حقوقای دهمان پیش نگرفته هست شما چه میگیم؟ در این نکته با همون بحث سوریه شدن نشدن بگم خب خیلی استدلال میشه که سوریه میشه چون سپاه پاسدارانه چون قدرت داره بهم. چون اسلحه داره سازمان یافته از بیرحمه حتی همونایی که میخوان رفراندوم کنن میگن برای این ما رفراندوم آوردیم که این اتفاق نیفته من میگن ببین آدمی که یک ذره جامعه رو بشناسه و مکانیزم های جامعه رو بشناسه نگاه میکنه میگه چرا سوریه سوریه شد اگه سوریه میاره اولا فاکتور اصلی خود جمهوری بود که سوریه سوریه شد این یک الان خود جمهوری پس یه فاکتور میره کنار دومن تو هر جامعه ای که چیزی مثل سوریه یا هر سناریو سیاه دیگه به مردم تحمیل شده نفوذ یک ایدئولوژی معین اونجا تونسته قدرت بسیج داشته باشه یا فاشیزم یا اسلامیزم یا هر مذهب دیگه ای تو قرن مثلا 14 و 15 تو اروپا مسیحیت این کار رو الان در ایران هیچ مذهبی قدرت بسیج نداره اینکه ما میگیم مجاه، سازمان مجاهدین هیچ آینده در ایران نداره در صورتی که بالاخره این همه پول و امکانات و سابقه و تجربه تشکیلاتی و حتی پشتیبانی دولت هم داره دختران خیابانی انقلاب جواب مریم خاطر دار به همین سادگی خاطر اینکه اون جامعه برای مذهب دیگه ارزشی قائل نیست زد مذهب ضد ارزش بین مردم این یه فاکتور مهم سوریه شده میره کنار چون اونجا اسلامیا و حتی دولت های منطقه و قدرت های جهانی با اتکا به نیروی نفوذ مذهب میتونستن مردم بسیج کنن در مقابل هم قرار بدن یا در مقابل دولت اینجا اگر مذهب رو بذاریم کنار میمونه ایدئولوژی ناسیونالیستی فا شبه فاشیستی که اینم در ایران شکست خورده است هیچ امکانی نیست که یک نیروی با اتکا به قدرت ایدولوژی ناسیونالیستی بتونه مردم رو بسیج کنه بره عملیات انتحاری کنه مثلا ممکنه گروه های حاشیه‌ای باشن اینجا و اونجا تو همه دنیا ممکنه اتفاق بیفته ولی حاشیهای تر از اینن که جامعه ایران رو بتونن سوریه ای کنن من به این دو دلیل میگم نمیشه اگر کسی اصطلاحی داره میگه خب چیه به چه چی دلیل میگه سوالم بله بله ب... بس... سوالش... موقعیت جنبش کارگری آه. گفتم ده ماه وقتش نگرفت میخوام بگم اون جامعه به اینجا رسیده همینطوری اتفاقی جامعه ایران اینجوری نرسیده که گویا هنر نزد ایرانیان است و بس برای اون جامعه فرهنگسازی شده مطالباتی روشکار شده دعوای سیاسی توریک شده یه چیزایی تثبیت شده نگاه کن مسئله اعدام مجازات اعدام در کشورهای منطقه هیچ کشوری تو منطقه حتی به اندازه ایران نیروی مخالف اعدام وجود نداره نیروی مدافع حقوق کودک هیچ کشوری تو منطقه به اندازه هم وجود نداره به خاطر اینکه اینا ای این دو نمونشه. در مورد جنبش کارگری جنبش کارگری ما تجربه داشتیم تو مثلا جنبش کارگری قوی بود اتحادیه و سندیکاشون اون خیلی قوی بود قوی تر از ایران هم بود یعنی ابعاد ده هزار نفر اعضای سندیکا داشتن ولی اونجا اون جنبش کارگری یک قدنامه تو تمام طول تاریخش متاسفانه باید بگم مثل این قدنامه هایی که در جنبش کارگری ایران در اومد خودش نماینده جامعه میدونه خودش نماینده راهای بشر میدونه نیومد نگفت اونجا سنفی بارش آوردن در ایران تجربه ما نشون میده جنبش کارگری صدها و هزاران رهبر داره یک نفر دو نفر نیست به نظر یک نسل از رهبران فعالین بار اومدن هم تو جمعش کارگری تو معلمان پرستاران مردم عادی دانشگاه ها یک قشر وسیع و الیت بالایی از آدمای متفکر تحلیلگر و در این حال مخالف فقر و تبعیض بار اومدن سر این توافق دارن ممکنه این گروه با اون گروه این حزب با اون حزب این سندیکا با اون اتحادیه اون یکی کمیته با اون یکی کمیته اختلاف داشته باشن سر روش کار ولی سر یک چیز توافق دارن جامعه با تبعیض جامعه نابرابر و جامعه ای که داری درش حاکم باشه و استثمار بکنه یک درصد میلیارد میلیارد به چاپن و 99 درصد در فقر در زندگی کنم دیگه نمیپذیره خب خیلی کوتاه اگه بشه من از شما بپرسم چون وقت برنامه داره تموم میشه خب امیدوار باشیم که یک جامعه آزاد برابر انسانی برقرار بشه و آیا موانع همین امروز با همه نکات مثبتی که شما گفتید هنوز وجود داره که بخوایم کنار بزنیم به نظر من موانع هنوز خیلی زیاد هست یکی از موانع بزرگ از نظر من دخالت دولت‌های غربی خواهد بود یعنی چه آمریکاش چه دولت‌های دیگه الان طبعا خب سیاست دولت آمریکا یه ذره متفاوتتر از قبل هست ولی با وجود این دخالت خواهند کرد اعمال نفوس خواهند کرد برای اینکه نکته اصلی تو جامعه ایران تو انقلاب قبلی هم این بود چپ به قدرت نرسه با همون توضیحاتی که قبلا چپ بود الان چپی که در ایران هست و داره نمایندگی میکنه یه چپ انسانگرا هومانیست و واقعا یه بار دیگه میخوام بگم زنده باد منصور حکمت تو تمام این حرکت ها عکس منصور حکمت رو لطفا ببینید تو اتفاقاتی که داره تو ایران میفته و حزب کمونیست کارگری میخوام بگم یعنی سالهای سال, های سال رو این کار شده ولی با وجود این به نظر من موانع زیادی یعنی ما رهبرهای حزب کمونیست کارگری ما حزب کمونیست کارگری ایران خیال نیستیم اینطوری نیست که بگیم که آهان تمام شد ولی میگیم که نقطه قدرت های مردم رو باید دید جنبش در خود چپ هست خیلی قدرت داره و به نظر من من میدونم که یه کار هرکولیه ولی ما واقعا میتونیم تو ایران حکومت اسلامی رو سرنگون کنیم نمونه ای به دنیا نشون بدیم اولا تا همین الانش همین دختران خیابان انقلاب محبوبیت زیادی در دنیا کسب کردن. یعنی این تصویر دادن که این جنبش مدرنه، آزادی خواهانه است، برابری طلبانه است و خیلی وصل میشه به غرب و انسانگرایی در غرب همه اینا به نظر من کمک های خیلی بزرگی خواهد بود برای ما ولی موانع هم زیاد خواهد بود جمهوری اسلامی واقعا ممکنه خون بخواد بپاشه به این مبارزات و انقلاب همه اینا رو میشه جوابش رو داد و خاکریس های بعدی رو پاسخ داد به نظر من جامعه ایران این ظرفیت رو داره که بتونه این موانع رو پشت سر بذاره و یه آینده شما اگه نکته پایانی دارید بفرمایید طبعا بحث هم اینه که به نظر من مردم الان وقتشه که متحد و متشکل بشن و به نظر من وقت این هست این فضای تا کنون که احزاب رو یه درجه سعی می کم به حساب بیاریم دخیل ندیم باید بزنیم کنار این مسئله و با حزب سیاسی میشه قدرت رو گرفت جهت داد و نگه داشت و این ممکنه ممکنه به اینکه تجربه رو داریم ممکنه به خاطر اینکه تئوری داریم سیاست رو داریم و خیلی چیزا رو عوض کردیم تو فرهنگ اون جامعه تا حالا این جناح چپ و این ترندی که ما داریم ازش حرف میزنیم اگر تعریف از خود نباشه کل چپ اون جامعه رو زیر و رو کرد یه دوره ای می میگفتن اسلام انقلابی ما نقد کردیم یه دوره ای می میگفتن برجوازی ملی خوب نقدش کردیم میگفتن اعدام انقلابی میگفتن از آزادی زندانیان سیاسی انقلابی میدونی یه بخش وسیع زندانیان رو کنار میذاشتن قبول نداشتن میدونی همه اینا تغییر کرده حقوق و کودک حقوق برابری زن و مرد تا اعماق و تا آخرین نقطه همه اینا تو برنامه سیاست و پلتفرم این حزب اومده و توضیح داده شده میدونی ما با چپهای خیلی رادیکال درگیر میشتیم سر اینکه با اعدام انقلابی یعنی چی میگفتن میخواین خامنه ای رفسنجانی از زیر اعدام در بین ما گفتیم آره نباید اونام اعدام بشن چون مجازات اعدام غیر انسانیه چون قتل عمد دولتیه میخوام بگم با اینا جنگ شده یه تاریخی داره و ما این تجربیات رو داریم مردم به نظر من این راهی دارن ادامه میدن این حزب و در شرایط خودش در روز خودش به عنوان ابزار مبارزه خودشون دستشون میگیرن و میرن جلو و تلاش میکنن بالاخره به با اون اهداف انسانی و برای طلبانه برسن ممنون مرسی که تو برنامه ما شرکت بارد. کردید بینندگان عزیز بحثمون رو در میزگرد امروز دیدیم در رابطه با در ایران چه میگذرد و آینده ایران در واقع چه خواهد شد شما حرف های دو تن از رهبران کمونیست کارگری ایران رو ایرانو اینجا شنیدید براتون بهترین ها رو آرزو دارم